سخن دهم با سلام و درود به شما هموطنان گرامی و عزیزان جوانی که مرا مورد عنایت خودتان قرار داده اید و وسیله فاکس و تلفن موجبات سرافرازی مرا فراهم آورده اید و نیز با تشکر از رادیوی اسرائیل. این هفته میخواهم برای شما شنوندگان گرامی از کتاب تاریخ سیاسی ساسانیان تألیف دانشمند معروف دکتر محمد جواد مشکور افسانه تولد و چگونگی به پادشاهی رسیدن اردشیر ساسانی را تعریف کنم و دکتر مشکور این قصه یا افسانه را از کتاب کارنامک ارتخشیر پاپکان که در دنیای کهن و به زبان پهلوی تدوین شده است اقتباس کرده. نولتکه محقق معروف آلمانی که درباره ایران باستان تألیفاتی دارد معتقد است که مورخین و افسانه سرایان ارمنی و یونانی در خلق این افسانه مؤثر بودند و از اردشیر بابکان یک شخصیت اسیری به وجود آوردند. در کتاب کارنامک ارتخشیر پاپکان که به فارسی آن را به نام داستان اردشیر در کارنامه ترجمه کرده اند چنین گفته شده است که پس از مرگ اسکندر در ایران شهر 240 کتخدا بودند و اردوان سردار نامی فرمانده مرزداران ایران شهر بود و بابک یکی از مرزبانان و شهریار پارس و گماشته اردوان بود و پایتخت او شهر استخر نزدیک شیراز قرار داشت. بابک هیچگاه فرزندی نداشت که بتواند به عنوان ولیعهد و جانشین او فرمان روای پارس گردد. در میان شبانهای او مردی بود به نام ساسان که بعدها سرتیر ساسانیان گردید و این ساسان یک تربیت کننده اسب و ستوران و در خدمت بابک بود. ساسان از نوادگان دارا از خاندانهای اشکانی بود و در سرزمینهای دور و در میان کردان دلیر ایرانی که مرزداران بنامی بودند زندگی میکرد. بابک که به علت نداشتن فرزند در دوران کهولت و پیری دچار تشویش خیال بود، شبی در خواب دید که خورشید درخشانی از میان فرق سر یکی از شبانهایش به نام ساسان بیرون آمد و دنیایی را روشن ساخت. تمام روز رو با خودش فکر میکرد که چنین خوابی بر اثر آشفتگی اندیشه در رؤیاهایش ظاهر شده و به آن اهمیتی نداد. اما شب بعد باز خواب دید که ساسان چوپان بر پیل سپیدی که او را از هر حیث آراستند سوار است و همه مردمی که اطرافش ایستادند او را می ستایند و آفرین می گویند. اما شب سوم باز خواب دید که آتشگاه بزرگی در خانه ساسان روشن گردیده و آتش فرنباک و برزین مهر در خانه او چنان فروزشی دارد که همه گیهی را روشن نموده. بابک از چنین خوابها و رؤیاهای پیوسته ای سخت دچار هراس شد. در نتیجه از دانایان و بزرگان شهر خواست تا معبرین خواب را دعوت کنند که آنها بگویند معنی چنین رؤیایی چیست. دانایان و خوابشناسان وقتی قصه را شنیدند اینطور تعریف کردند: مردی که به خواب بابک آمده یا خودش یا احتمالاً یکی از فرزندانش به پادشاهی دست خواهند یافت و آنچرا که در رؤیا دیده شده به حقیقت خواهد پیوست. هنگامی که بابک چنین قصه ای را از دانشمندان شنید در صدد برآمد تا ساسان شبان را پیدا کند. وقتی او را در میان چوپانهایش پیدا کردند نزد بابک آوردند. او از ساسان پرسید که از کدامین خانواده است
و پدرانش چه کسانی بودند. ساسان که می ترسید تا آشکارا بگوید که از خاندان پادشاهان و سرداران اشکانی می باشد، در پاسخ قدری تأمل کرد. ولی وقتی گفته شد که به او زینهار خواهند داد و او می تواند آزادانه سخنش را بگوید و اطمینان داشته باشد که هیچ زیانی بر او وارد نخواهد شد، ساسان رازش را فاش کرد و شجره خاندانش را برای بابک بیان نمود. بابک که دانست ساسان از خاندان شاهان و سرداران هست، دستور داد تا او را به گرمابه ببرند، پس از شستشو لباس شبانیش را دور بریزند و بر او جامه‌های شایسته بزرگان بپوشانند و به دربار بازگردانند. از این تاریخ ساسان یکی از نزدیکان بابک شد. پس از چندی بابک دختر خیش را به زوجیت او درآورد. ساری نگذشته بود که از آن دختر ارتخشیر یا اردشیر به دنیا آمد. ارتخشیر در میان خاندان بابک و با فرزندان مقامات و نام‌آوران بزرگ می‌شد. بابک که اردشیر رو جوانی آراسته و خوش قد و قامت و باهوش و فریز شناخته بود، او رو به فرزندی خیش برگزید. وقتی به جوانی رسید، در بین جوانها از حیث دانش و دلیری و سواری و دیگر فرهنگ‌ها و هنرها سرآمد گردید، به گونه ای که آوازه ارتخشیر به گوش اردوان سردار نامی و مرزدار بزرگ رسید. اردوان دستور داد تا اردشیر رو به نزدش ببرند. وقتی او رو دید و هوش و فراستش را آزمود، دستور داد تا هر روز همراه فرزندان او با معلمین و آموزگاران به نخشیر و میدان چوگان بیایند و ارتخشیر به زودی در سواری و چوگان بازی و تیراندازی و بازی شطرنج و تخت نرد سرآمد همگان گردید. روزی اردوان شخصا آهنگ نخشیر کرد و به شکارگاه رفت. دستور داد تا فرزندانش و ارتخشیر هم همراه او به شکارگاه بروند. در میان شکارگاه پسر بزرگ اردوان که سخت مورد نظر و توجه بود، به اتفاق ارتخشیر هر دو گوری را نشانه گرفتند و در پی آن گور تاخت آوردند. تیر پسر اردوان به خطا رفت، ولی ارتخشیر توانست با تیر خود گور فراری را از پای در اندازد. وقتی اردوان و سواران به آنجا رسیدند، آهوی تیر خورده جان داده بود و همه همراهان از چنان تیراندازی در شگفت شدند و پرسیدند که کدام یک از آنها چنین تیری زده. ارتخشیر به راستی گفت که تیر من این آهو را از پای در آورد. اما پسر اردوان که نمیخواست سرشکستگی داشته باشد، با صدای بلندی گفت که نه، او دروغ میگوید، بلکه این تیر از ترکش من بوده. اردشیر که از این بیان سخت خشناک شد، گفت که ای پسر اردوان، شایسته نباشد که کسی مردانگی و فرزانگی دیگران را به ستم و دشنام و دروغ بر خود ببندد. در این دشت شکار فراوانی وجود دارد، بیا تا هر دو بتازیم و بخت خود را یک بار دیگر بیازماییم و هنر و چابکی خیش را نشان بدهیم. اما اردوان که حاضر نبود بشنود در میان جمع یک شبانزادهی چنین پرخاشگرانه با فرزندش سخن بگوید، فرمود از آن پس دیگر ارتخشیر با فرزندان او به سواری نرود و از مزایایی که فرزندان او دارند بهره نگیرد، و او را به آخور شاهی فرستاد تا پرستار ستوران و اسب‌ها بشود و در همان محل زندگی کند تا دیگر اردوان چشمش به او هرگز نیفتد. اردوان کنیز زیبایی داشت که به او خیلی علاقمند بود. کنیزک از نزدیکان و محارم او شده بود. این دختر اتفاقا روزی گذرش به استبل شاهی افتاد و با ارتخشیر آشنا شد، شیفته او گردید و غالب شبها وقتی اردوان به خواب می رفت نزد ارتخشیر می آمد، ولی نزدیک سحر به جایگاه خودش باز می گشت تا اردوان نفهمد. اردوان که به دوران کهولت رسیده بود،
و نگران آینده فرزندانش بود، روزی خردگرایان و همچنین ستاره شناسان را خواست و از ایشان درباره آینده خود و خاندانش سوال کرد. ستاره شناسان پس از چند روز تحقیق و تفحص به اردوان گفتند که ستاره ها می گویند اگر تا 3 روز دیگر یکی از کهتران درگاهت از خدمت دربار فرار کند و نتوانید او را دستگیر نمایید، او به شاهی و بزرگی خواهد رسید و بر همه پادشاهان پیروز خواهد شد. اردوان آن شب برای آن که پریشان احوالیش را از خود دور کند، اتفاقا با کنیزک خلوت کرد. قصه ستاره شناسان را برای او باز گفت. کنیزک وقتی نیمه شب نزد اردخشیر آمد، داستان را تعریف کرد. همین امر موجب شد که اردخشیر به اتفاق کنیزک همان شبانه پای در رکاب کردند و فرار نمودند و به سوی دریا تاخت آوردند. سحرگاه وقتی اردوان از خواب برخاست، فهمید که کنیزش نیست. یک لباس جواهر نشان و شمشیر مرصعش هم گم شده و از استبل شاهی هم خبر آوردند که اردخشیر با 2 اسب فرار کرده است. اردوان فرمان صادر کرد تا ضبط سواران به اتفاق خودش به تعقیب آنها بپردازند. ولی در تمام آن 3 روز هر چه کوشش کردند به اردخشیر دسترسی نیافتند. عاقبت اردخشیر به استخر فارس رسید و همراه پارسیان به مقابله با اردوان رفت و سرانجام بر اردوان پیروز شد و او را در میدان جنگ از پای در آورد و همه مال و خواسته و ثروت او به دست اردخشیر افتاد و با جاه و جلال سرداری به فرمان روایی پارس نشست و دختر اردوان را هم به ازدواج خود در آورد و به تدریج بر سایر ایالات و ولایات اطراف چیره شد تا آنکه به کلی تمام سرزمین هایی که به دست بازماندگان اسکندر افتاده بود باز پس گرفت و پادشاهی با شکوهی ترتیب داد. اما پسران اردوان که فراری شده بودند، پنهانی با خواهرشان که در قید زوجیت اردخشیر بود ارتباط برقرار کردند و او را تشویق نمودند تا وسیله زهر اردخشیر رو به قتل برساند. روزی اردخشیر از شکار برگشته بسیار گرسنه و تشنه و غذا خواست. هنگامی که زنش غذایی برای او آماده نمود، اتفاقا خروسی به وسط سفره پرید و پرهای خروس به کاسه‌ای که در آن غذا بود برخورد کرد و برگشت و غذاها روی زمین ریخت. گربه‌ای که در اتاق بود از آن غذا خورد و بعد از چند دقیقه به حال مرگ افتاد. در نتیجه اردخشیر دانست که زنش قصد قتل او را داشت. دستور داد تا او را قطع قطع کند. اما وقتی مأمورین خواستند او را بکشند، فهمیدند که او باردار است و بچه‌ای در شکم دارد. به این جهت او را پنهان نگاه داشتند تا فرزندش به دنیا آمد. پسری بود خوش سیما و باهوش. بدون آنکه اردخشیر بداند، آن بچه را به روستای دوردستی فرستادند تا بزرگ بشود. بچه 7 ساله شده بود تا اتفاقا اردخشیر فهمید که فرزندش زنده است و او همان شاهپور اول بود که سالیان دراز بر اریکه سلطنت ساسانیان تکیه زد. روز و روزگار به شما خوش تا برنامه آینده.